صحنه‌های فرار سپاه پاسداران خامنه‌ای در آغاز سال 1400 در وحشت از فوران خشم مردم گنبد. مردمی که در اعتراض به تعرض وحشیانه پاسدار خامنه‌ای به دو دختر 7 و 8 ساله از روستای عرب سرنگ گنبد کاووس خواب را از چشم خامنه‌ای و پاسدارانش رو بودند. ساعتی پس از خیزش مردم غیور گنبد، سرکرده دادگستری سراسیمه و هراسان به صحنه آمد تا ضمن شایع خواندن جنایت آتش را خاموش کند. در پی همین مسائل و متاسفانه برخی از معاندین از این فضای مجازی سوء استفاده کردند و مردم را ملتهب کردند و همونطور که امروز شاهد بودیم ساعت 5 بعد از ظهر فراخوانی داشتند و در جلوی دادگستری حضور پیدا کردند. یک رسانه حکومتی در مطلبی با عنوان ماجرای تعرض به دو دختر 7 و 8 ساله در گنبد چه بود؟ ضمن رد اتهام تجاوز از قول دادستان نوشت متهم به دادستانی احضار و پس از عقض اظهارات اتهام آدم ربایی به او تفهیم و فعلا روانه زندان شد. تغییر جنایتکارانه جرم پاسدار از تعرض به آدم ربایی سوختی شد بر آتش عصیان مردم. در نظام ولایت فقیه پاسداران از 7 دولت آزادند. سعید طوسی قاری مخصوص خامنه‌ای نیز پس از تعرض جنسی به 10 کودک معصوم به رغم چندین شاکی خصوصی در پرونده و اعتراف به تعرض در منتهای حیرت تبرئه شد. البته این بار وحشت و فرار پاسداران از چنگ مردم خشمگین و هراس کارگزاران نشان می دهد نه خامنه‌ای دیگر توان لاپوشانی و قدرت نمایی دارد و نه مردم تحمل می کند.